بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. بینندگان عزیز ارجمند شبکه جهانی نور، خدمت همگی شما عرض ادب و احترام دارم. وقت همگیتون بخیر باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه دیگر از برنامه فقه و زندگی در خدمت شما عزیز هستیم. نیمان این هفته شغب سلام علیه هستن. خیلی مقدم میگیم استاد، با بینندگان سلام علیک بفرمایید تا بپردین برنامه امشب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وفقهم لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. عرض ادب دارم خدمت شما استاد هاشمی، یکی از بینندگان عزیز بزرگوار شبکه جهانی نور. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. اگر اجازه بفرمایید، امروزها بیشتر مسلمان هایی که عازم حج خانه خدا هستند یا در سفرند یا به بلد الحرام رسیدند، به اونها نوید و مژده الهی را از خلال این آیه میخواستم در ابتدای برنامه بدم. در سوره مبارکه حج، ما در قرآن کریم سوره ای داریم در جزء 17 هم به نام سوره حج. در آنجا الله سبحانه و تعالی می فرماید ندای به ابراهیم خلیل هست و این ندای تاریخی ابوالانبیا در قرآن کریم ثبت شده. و اذن فی الناس بالحج اتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکر اسم الله فی ایام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. تا دنبال آیاتی که الله سبحانه و تعالی در واقع ندای توحیدی ابراهیم خلیل ابوالانبیا علیه السلام رو به گوش همه جهانیان میرساند، تا اینکه در این ایام میمون و مبارک به ندای الهی لبیک بگن، بشتابند به سوی دیار حرمین و در آنجا در مسجد الحرام مناسک و مراسم حج رو به جای بیارند. همه اینها دو هدف رو دنبال میکنی، یکی اظهار بندگی خداوند، اظهار بندگی خداوند از بنده که در آنجا همه اش دعای توحید هست، دعای عبودیت هست، دعای اخلاص و تفانی در راه خداست، لبیک اللهم لبیک، و همچنین دعای توحید لا اله الا الله وحده لا شریک له، و همچنین تعارف و آشنایی با سایر مسلمانان. آنجایی که قرآن کریم فرمود لیشهدو منافع لهم، تا اینکه گواه و شاهد بر منافع خودشان باشند. اون منافع همگانی امت اسلامی، دردهایی که امروز امت در سراسر دنیا به اون مبتلاست و دچار هست، یک ریشه داره، ریشه جهل، دوری از خدا، ریشه نفاق و کینه و حسادت، ریشه عدم اعتزاز و افتخار به دین و اساسیات و مبادی آن. چیزی که مسلمان ها در وجه آن مشترک هستند این هاست. ولذا خوب است که انسان هایی که این افتخار و این سعادت را پیدا کردند، تا اینکه به حرمین برسند یا در این سفر امسال شریک باشند، خودشون را از هر گونه شائبه شرک و خرافات دور نگه دارند، با یک تجدید عهدی با خدای خود مجدداً توحید را در قلبشان زنده کنند و در زندگیشون سعی کنند که اون را تحقق ببخشند. امیدوارم که این سفر برای همه مسلمانان امسال به خوبی و به سلامتی و با صحت و عافیت شروع و پایان یافته بیابد و ما شاهد خیرات و منافع اون برای عموم مسلمان های دنیا انشالله باشه. انشالله. ممنون. خواهش میکنم. خب استاد، اولین سوال، بیننده سوال کردن در مورد حکم نماز وتر، حکمش چیه؟ بسم الله. نماز وتر نزد برادران احناف واجبه و نزد مذاهب سگانه اهل سنت و بسیاری از فقها و علمای دیگر سنت است.
و اما این سنت نوعی تأکید درشه، به همین خاطر بیشتر علما بر مؤکد بودن آن اصرار دارند و میگویند که وتر یکی از نمازهای سنت مؤکد است. و اگر دقت بفرمایید سنت مؤکده ای که عموم جمهور فقها به اون اشاره دادن همون واجبی است که نزد برادران احنافه، چون برادران احناف بین واجب و فرض یک فرقی میگذارن، ولذا حکمش اینه که سنت مؤکده است یا واجبه و هر شب بعد از نماز عشاء یا نماز خفتن وقت خواندن آن هست تا قبل از نماز صبح. خب خانم تاجیک هست، تاجیکستان، بفرمید. خانم سلام، خسته نباشید. سلامت باشید خانم، بفرمید. از ایران بفرمید. معذرت، دو تا سوال داشتم. بفرمید خانم. یه سوالم اینه که شوهرم قرآن بلده ولی نمیخونه، گفتم ببینم حکمش چیه. بله. بعد سوال دیگه هم اینه که مثلا کسی که تو این دنیا گناه میکنه تو همین دنیا تقاصشو میده یا نه میذاره واسه اون دنیا خدا؟ بله، خیلی ممنون، سلامت باشید. خب بیننده بر. خب خب در مورد نماز وتر استاد حداقلش چند رکعت هستش؟ حداقل نماز وتر همون که از اسمش برمیاد یک رکعته. وتر یعنی تاک یا تک، که همون یک رکعته حداقل اون، و همطور که مشهور است از امیر المؤمنین حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه یک رکعت میخوندی، بعضی از صحابه ها یک رکعت میخوندن و این دلالت بر فقه و به اصطلاح فقه اونها بوده. و همطور که میدونید رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره حضرت معاویه این چنین دعا کردن، فرمودن اللهم اگر این دعا من یادم بیاد از نص روایت دقیقا، من یورد الله بی فقه خیرا یفقهه فی الدین، این روایت را حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه نقل میکنه. بله، من یورد الله بی خیرا یفقهه فی الدین. و یکی از فقها و سیاستمداران امت اسلامی حضرت معاویه بوده که یک رکعت وتر میخونه و فقها اون رو نقل کردن. بله، میشه سه رکعت خوند، میشه هفت رکعت، پنج رکعت و نه رکعت هم خوند. و این همون در اصل یک رکعت آخر نماز وتر. بله. شیر آقا از ایران. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ممنون برادر، بفرمایید. یه دو تا سوال داشتم ازتون، خواستم جواب شما رو بفرمایید. بله بفرمایید. من مادرم یه سالی میشه فوت کرده، بعد می‌خوام ببینم سالگرد، مثلا میگن سالگرد بگیریم و اینا، سالگرد گرفتن تو دین ما هست خوبه یا نه؟ بعد یکی دیگه هم می‌خواستم ببینم که موقع میریم سر مزارش حس می‌کنه که ما اومدیم یا نه، مثلا فرزندش اومدن یا نه. بله انشالله. خب آقای علیزادی از ایران، بفرمایید. آقای علیزادی سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خانم علیزادی سلامت باشید، خانم بفرمایید. فشار اصلا رسما صد اولی که سرودی که ماهزن میخونه موزیک داره، آیا اینا جایزه برای فرد بالغ؟ سرودهای ماهر زین. ماهر زین. بله. آیا نماز صبح دعای قنوت داره؟ بله. و اینکه سرودهایی که برای بچه ها خونده میشه موزیک داشته باشه آیا جایز گوش بدیم؟ انشاءالله. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام ورحمة الله. آقای شفیق از ایران، بفرمایید. آقای شفیق. الو. بله عزیزم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید. سلامت باشید عزیزم. از این برنامه خوبیتون. سلامت باشید عزیزم، بفرمایید. سلامت باشید. زنده باشید. میگم کسی که مثلا آدم خوبی باشه ولی نماز نخونه چی حکمی داره؟ مثلا از همه لحاظ خوب باشه ولی نماز نخونه. بله. ان شاء الله نماز نماز بله. خیلی ممنون. زنده باشید. سلامت باشید. بله بینده بعد.
خب سال بعد استاد، حکم پرداخت بدهی برای شخصی که توان مالی داره، ثروتمند تمام. بله، اگر کسی به طرفی یا اطرافی یا اشخاصی بدهکار هست و توانایی پرداختش هم داره ولی نمیدونه، مماطله میکنه، استفاده میکنه، استقلال میکنه از انواری که در دستش هست، میخواد که از اون بهره بگیره، از اون ربا بخوره، از اون کار و تجارتش را بندازه، شرعا درست نیست، این نوعی ظلم هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح میفرماید که مطل الغنی ظلم. مطل الغنی یعنی تأخیر انداختن و تأنی کردن در پرداختش. یا چرا ظلمه؟ به خاطر اینکه المسلمون علی شروطهم و مسلمان ها در قراردادها و معاملاتشون سر عهد و پیمانشون باید باشن و همچنین عهد و پیمان عمل کردن، وعده هایی که عمل کردن. اگر شما دقت فرمایید، یکی از گرفتاری های روزمره مسلمان ها به تعویق افتادن بدهکاری ها و چک های معوقه و بازگشتی و امثال این هست. نتیجه اینه که بسیاری از کسانی که قرض میگیرند یا معامله میکنند با اموال مردم، اون احساس مسئولیت در مقابل اموال دیگران ندارند، در حالی که اسلام تأکید کرده است اینکه اموالتون بر شما حرامه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. فرق نمیکنه این اموال به دزدی باشد یا به امانتی باشه که در اون خیانت بشه، یا به تجارتی باشد که در اون فساد باشد. شما تجارتی رو انجام میدید، در مقابلش چک میدید، اما به چکتون عمل نمی کنید. یعنی چک یعنی چه؟ یعنی شما میگه به طرف، من از یک ماه یا دو ماه یا سه ماه ضمانت میدم که این چک رو بگیرید، من پرداخت میکنم، اما حالا پرداخت نمی کنید. و بخصوص اگر تواناییش رو داشته باشید میشه ظلم. این ظلم مالی هست در حق دیگران و شرعا درست نیست و کسی که این کار میکنه باید از کارش توبه کنه. بله من. خب بیننده پشت خط هستن. بله بیننده عزیز بفرمایید. الو بفرمایید. آقای سبحان. سلام علیکم. آقای سبحان از ایران بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. این سوالی داشتم اگر جواب. بله عزیزم بفرمایید سوالتون. بله میخواستم بدانم اگر یه دانه دختر با هم سبا داشته باشن، این خود هیچ، اگر مثلا دختره بیاد پسره یه کادوی یه چیز اگر بهش بده، مثلا فقط لباسی اگر بیاد بهش بده به عنوان کادو، میتونه پسره با این لباس نماز بخونه؟ این مشکلی نداره، چون میگن این پسره از کجا این پول آورده که لباس خریده؟ مال پدرش هم، مال خود از کجا آورده؟ پدرش خودی پسی نماز خواندن تو این لباس خودی اشکال داره یا نه؟ بله انشالله انشالله. خب این ده بعد خانم محمدی از ایران بفرد خالم. سلام استاد. علیکم السلام و رحمت الله. بفرد خالم. خدمت استاد مولان سلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله. ببخشید استاد، سال اولا اینکه اگه دست گرفتن بعد بلند شدن از رکوع مثلا در بنامشون فردنی چیز سن الان من همیده اون اشکال را اگه دست بگیریم یا نه؟ یعنی دست چطوری دست بگیریم؟ دست بستن یعنی برخسته؟ یعنی بلند شدن دست ببندید؟ از رکوع که بلند شد؟ یعنی دست بله بستن بله بعد از رکوع در حالت اعتدال. بله بله انشاءالله. بله بعد یه سوال دیگه هم میخوشم. بله بفرمایید. بخشی اگه مثلا زن بگه مثلا اگه مرد بودم مثلا اون کار میکردم یا اونجا میرفتم میشنستم راحت، ولی مثلا نه اینکه آرزو شده کنه، میگه مثلا کاش مرد بودم، مثلا میگه اگه مرد بودم مثلا اون کار میکردم، این از لحاظ شده گناهی یا نه؟ بله انشاءالله. ممنون. خدا یار نگذارد. ولی بینده بعد آقای محمد از ایران بفرمایید. ایزن آقا محمد سلام خسته نباشید. سلامت بشه ایزن با. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید ایزن آقا محمد. استاد یک سوال داشتم. ما خود ما
آیا جایز است از این سه مذهب دیگه هم پیروی کنیم یا نه؟ چه جایزه؟ سلامیان. آقا محمد سوالتون تکرار کنید، از کی جایزه پیروی کنی؟ خود ما حنفی مذهبیم. خب بله، آیا جایز است از این سه مذهب دیگه هم حنبلی و هن شافعی مذهب بله. از اینا پیروی کنیم، آیا جایز است یا ان شاء الله؟ ان شاء الله. آقا محمد از کرج بفرمایید. آقا محمد سلام علیکم. علیکم السلام، وقت شما خیر باشه. آقا محمد از کرج بفرمایید، شب شما بخیر. یک سوالی داشتم درباره نکاح، خواستم بدونم که آنچه که مورد نهی قرار گرفته در روایت داریم این استش که نکاح باید حرام است. نکاحه؟ و من نکاح باید. نکاح باید. باید. نکاح باید در روایات شما بالاخره استاد هستید اینجا و کارشناس حکومت دینی هستید. نکاح باید یه توضیح نمیخواد. بله درست. به طور عامی هم در بطن بگیم روایات ایراد داره. و الان نکته بزنی که میخوام بگم، آیا این حکمی که برای جهر بدن آمده آیا اگر با دست دیگری هم باشد ایراد شرعی دارد یا نه؟ و صرفا فقط شخص و خود فرد ایراد داره. این یک سوال. و سوال بخون، بعضی مثال ها در کلاس ها اساتیدی هست، مثال هایی میخوان بزنن. مثال ها برای این که مختلط هست و زن و مرد با هم اونجا هستن خیلی مناسب نیست، از این اخلاقی این مثال درستی نیست. وقتی میخوان سختی کار رو و سختی درس خواندن رو به رخ داشتون بکشن، میگن ما در گرمایی بودیم که پشه ها با ما نکاح میکرد. این سخن یه مقداری فکر میکنم سبک باشه. خوش به این سخنم که بله خیر است. بله آقای صمدی از دانمارک یا خانم صمدی؟ بله السلام علیکم. خانم صمدی از دانمارک بفرمایید. خانم علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام و الله برکات. باشه، من یک سوال داشتم درباره امی کسی که چینل پروگرام های دینی را میبینه و میشه مثلا امی پروگرام های عربستان سعودی که هست مثلا مکه معظمه، همیشه کسی که را ببینه چی سوابت داره؟ چی بعضی کسا میگن اگر همیشه کسانی که برای آدم ببینه مثلا عجب سواب بیاتر داره. میخوایم امی را بفهم شما برای من تشبیه کنیم فضیلت صحابه. یعنی بخواید فضیلت صحابه رو براتون یعنی بیان کنن؟ به کسی که مثلا همیشه میبینن خانه کعبه رو میبینن، رویت دیدن خانه کعبه رو میگه تشریح بفرمایید. دیدنش مثلا آدم به طرفش نگاه کنه. من میفهمم صحابه چه میخواییم بفهم. بله انشاء. خب بیننده بعد بله آقای شیرمرد از ایران بفرمایید. آقای شیرمرد حال دو کنید صدای گرنده رو پایین بیارید برادر عزیز، بفرمایید. آقای شیرمرد بس کنید صدای گرنده رو پایین بیارید. پایینه، قد صدای گرنده خبشه نماشه. آقای سلامت باشه. آقای شیر آقا از ایران بفرمایید. بله میخواستم بپرسم، من اینجا کار میکنم، بعد تو کارمون مثلا صاحب کارمون یه کارایی میکنه، بعد به ما میگه نگید شما به صاحب کار دیگه که مثلا ما کار میکنیم. میخواستم ببینم این که ما نگیم به اون صاحب کار گناه یا نه، مثلا به ما ربطی نداره. چون مثلا صاحب کار ما یه چیزی میفروشه ولی کم میفروشه، بعد به ما میگه شما نگو به صاحب کار. میخواستم ببینم این خب یعنی گناه واسه ما هم یا نه. بعد یه فرم دیگه هم داشتم، بعد من یه پسر خدا بهم داده، میخواستم ببینم اسمشو بذارم الیاس، جایز است یا نه؟ بله. الیاس چه مثلا، میخواستم ببینم اسم الیاس معنیش چی میشه. انشالله ممنون بچه. سلامت باشه ایزم. بله آقای شیرمرد از ایران بفرمید. آقای شیرمرد الو بفرمید ایزم. سلام، خسته نباشید. سلامت بشی. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
درباره نماز سوال داشتم، میخواستم با شبکه چیز برنامه زنده سوال کنم. بفرمایید سوالت. ما موقعی که داریم نماز میخونیم و بخش خواب نمیتونیم مثلا سرکاریم، نمیتونیم مثلا سبحان الله به حمد سبحان الله سی بار بخونیم، این اشکالی به گناهی داره یا نه؟ یعنی دعاهای بعد از نماز فقط میتونم مثلا سر کارم، نمیتونم مثلا چیز کنم، نمیتونم بخاطر اینکه سر کارم باز برم عصر و مثلا عصر و مغرب اینا سر کارم نمیتونم دعایشو بخونم مثلا اش. سبحان الله و حمد 30 بار 33 بار بگم، این گناهی هست یا نه؟ ان شاء الله. آقا عبدالله زیران بفرمایید. آقا عبدالله الو سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم. ببخشید یک سوالی داشتم، میخواستم ببینم که آیا شوهر میتونه همسرش رو مجبور کنه که مثلا اپیلاسیون انجام بده برای شوهر، مثلا شوهر دوست داره، میتونه همسرش رو بگه که نه این کار رو انجام بده یا نه؟ اشتر بله بینده. بعد آقای سفاری از ایران بفرمایید. آقای سفاری خانم سفاری بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت بشید. الو بفرمایید خانم سفاری. می‌خواستم بپرسم اینم وقتی بچه تنزل میره از دنیا شفاعت مادر پدرش رو میکنه یا نه؟ یکی هم که می‌خواستم بدونم که نماز کسی که نماز نمیخونه مشروط میکنه مثلا میتونیم ما باهاش رفت آمد بکنیم یا نه؟ بعد یکی هم که برنامه های جدید اومده مثلا وایده و اینا مثلا یه موقعی توش در آدم خوب جایزه یا نه؟ سوال آخرتون چی بود؟ مرسی ممنون. خواهر عزیز سوال آخرتون؟ سوال اول هم؟ نه سوال آخر میخواستم بدونم، آخر میخواستم بدونم این برنامه هایی که تو چیز گوشی ها هست جایزه آدم بره یا نه توش؟ بله انشاءالله. بله بیننده بعد آقا عبدالله از ایران بفرمایید. آقا عبدالله الو سلام علیکم. علیکم السلام آقا عبدالله بفرمایید. سلامت بشه ایزم. من یه سوال داشتم خدمت شما عرض کنم که یکی از بستگان بنده قسم است طلاق خورده که تا یک سال به همسرش نزدیکی نکنه، مخواستم ببینیم حکمش چیه، آیا طلاقه باقی میشه یه طلاقه یا کفاره داره؟ خب این طلاق یعنی قسم خورده که یک سال با زنش رابطه نداشته باشه. بله انشالله. سلام عزیز. بله بینده بعد آقای محمدی از ایران بفرمایید. خانم محمدی علی داشتم. بله خانم محمدی بفرمایید. بفرمایید خانم. فقط صدای گیرنده رو لطف کنید پایین برید. بفرمایید سوالتون. ببخشید من یه سوالی داشتم، اگر کسی که از این دنیا گناه کنه از اون دنیا توبه کنه خدا اونو میبخشد؟ بله انشاءالله. بله بیننده بعد آقا عبدالله از ایران بفرمایید. آقا عبدالله الو. بله ایزم. آقا عبدالله بفرمایید. سوال داشتم اگر لطف کنم. بله ایزم بفرمایید سوالتون. سوال اینه اگر ما پول بذاریم بانک، بعد با بانک این قرارداد ببندیم که تا یه مدتی تو بانک باشه و اینو تو عقود اسلامی به کار ببندن و یه بعد از اول وکالت در توکیل هم تو پروتش نوشته بود، وکالت در توکیل هم هست، گفته به بانک وکالت و وصایت میدن با وکالت در توکیل که بتونه پولو بده و در پایان مدت هم که میاد بانک حساب میکنه حق و زحمه خودش حق وکالت و وصایت خودش رو کم میکنه و مبلغی رو به عنوان سود در نظر میگیره و به مشتری میده. الان حساب ماهیانه یه مبلغی رو در نظر گرفته که ماهیانه به حساب مشتری واریز میکنه، آیا این عقد صحیحه؟ و خب این مشخصه که چند درصد بهتون میده یا نه؟
پایان مدتش به اینجوری مثلا گفتن که 79.5% پایان مدت این برای بانک باشه، 20.5% برای مشتری باشه. سود ماهیانه شون گفتن به صلاحی علت حساب میریزن، بعد گفتن اگر آخر سر هر حسابی کردن چیزی کم یا زیاد شد با هم حساب میکنیم پشت برقیه که ما امضا میکنیم تو بانک. این عبارت هست انشان. خب بیننده بعد آقا محمد از ایران بفرمایید. آقا محمد سلام علیکم. خسته نباشید. علیکم السلام آقا محمد، ممنون، بفرمایید. سوالی داشتم در رابطه با خواست متوسط مردان از شهرن مجاز یا نه. چی؟ خواست متوسط مردان خواست. بله کاشتن مو انشالله. بعد بله سوال بعد. الو بله سال بعد اون اینی که درباره ارث میراث بعد پدرمون مثلا الان فوت کرده. بله. مادر پدرمون مادر بزرگمون واشنا فوت کرده، الان یک ششم از سهم پدر ما میگیرن. خب مادر بزرگت قبلا فوت کرده آقا محمد؟ مادر بزرگت بعد از پدرت فوت کرده یا قبل؟ بعد از پدر. الان مادر بزرگم در حیات نیست. بله. ولی الان موقع تقسیم میراث میگن یک ششم مال سهم پدر ما برمی‌دارن که سهم مادر بزرگم باشه و تقسیم میکنن بین برادران، یعنی عمو و عمم اینا. یا درست چطوریه جریان؟ بله. بله. انشالله. متشکرم. انشالله. آقا رسول از ایران بفرمایید. آقا رسول. بله بفرمایید آقا رسول. من یک بله ازم سوالتون بفرمایید. مثلا سر نماز آدم واسه واسه زیاد آدم زیاد میشه، مثلا احساس میکنه من مریضم، احساس میکنه مثلا یک کاری خدا اجوریه. یعنی منظورت علاجش چیه دیگه؟ یه مشروع من میخوام بپرسم علاجش چیه. انشالله. بله بیننده بعد. خب استاد سوالات زیاد شد. اولا سوال اول خانم تاجیک بودن که سوال کردن که گفتن شوهرشون قرآن بلده اما قرآن نمیخونه و حکمش چیه؟ بسم الله. این یکی از مصیبت های مسلمان هاست. مسلمان ها تا کوچک هستن خردسالن، علاقه مند هستن که قرآن را بیاموزن. وقتی که یاد گرفتن ازش دست میکشن. البته علت اسباب های متفاوتی داره و ولی من کلن تشریف میکنم به اینکه خانواده این خواهر عزیز بزرگوار و تایر تمامی مسلمان هایی که به نحوی احساس میکنند نوعی سستی و تنبلی در خانواده برای قرائت قرآن وجود داره، همیشه و هر از گاهی یکدیگر را تذکر و یادآوری بکنند به فضیلت تلاوت قرآن. ما بعض وقتا این گوشه رو فراموش میکنیم که انسان هست و ممکنه که فراموش کنه، ممکنه که غافل بشه، ممکنه که مشغول بشه و الاخری تحت تاثیر عوام دیگر قرار بگیره. ولذا آیات قرآن، احادیث نبوی شریف انسان رو داره تذکر میده و قرآن میفرمه و ذکر فان الذکر تنفع المؤمنین. یادآوری کن که این یادآوری اهل ایمان را نفع میرساند. ولذا رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان صحابه بزرگوارش می ایستاد و اونها یادآوری میکرد، درباره فضیلت بعضی از سوره ها بیان میکرد. میفرمود که کسی که در قلبش چیزی از قرآن نیست، یعنی قرآن از بر ندارد، حفظ ندارد، این قلب مثل خانه ویرانه و خرابه است. یا میفرمود که خانه‌ای که در آن قرآن تلاوت نشود مثل قبرستانه. ولذا تشویق میکرد با این نوع مثالها انسانها رو تشویق میکرد به تلاوت قرآن، به حفظ قرآن، ولی اون که سوره های کوچیک باشد. ولذا ما میگیم که هر از گاهی این سری روایت ها و احادیث رو که زیاد هم هستند یادآوری کنید به شوهرتون، بهشون بگید که قرآن کریم میفرماید که حق این قرآن این است که در خونده بشه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به.
اما یک فر به فاولائک هم الخاسرون، کسانی که قرآن را به اونها عطا کردیم، بخشیدیم، بر اونها نازل کردیم که ما امت اسلام هستیم، حق تلاوتش را ادا میکنن. بعد انسان شبان روز بخواند. اینها کسانی هستند که بهش ایمان آوردن، نه اینکه فقط برای تبرک بذاریم داخل تاخشه یا بالا و بعد دستی روش بکشیم و ازش تبرک بجوییم. قرآن تبرکش در تلاوتش هست، در عمل به آن هست. اما یک فر بهی فاولائک هم الخاسرون، کفران این قرآن نه تنها با اینکه بگیم بهش ولیاذ بالله ایمان نداریم، نخیر، همین که ترکش بکنیم نوعی کفران هست، نوعی کفره، هجران هست. این قوم اتخذوا هذا القرآن، هذا قرآن مهجورا. بله، ولذا همدیگر را سفارش کنید، نصیحت کنید. شما به عنوان همسر مسلمان، زن مسلمان صالحه، شوهرتون رو یادآوری کنید، شوهر خوب، یا در حضور اونها با وضو بشینید، مرتب هر از گاهی قرآن بخونید، بیشون ایشون رو تشویق کنید با عملتون، ایشون رو تشویق کنید به این تلاوت. اگر بچه فرزندی داره در خونه که تلاوت قرآن بلد هستن، اونها رو تشویق کنید، ناخودآگاه پدر هم تحت تاثیر قرار میگیره. یک فرزند رو تشویق کنید، فرزندان دیگه هم تحت تاثیر قرار میگیرن. ولذا این جو باید در خانواده مسلمان وجود بیاد. اگر دیگران تنبلی میکنن، یه نفر دو نفر از میان اینها هستن که گوش به فرمان باشن و نصیحت را بپذیرن، یا حداقل خودتان پیشگام باشید در این زمینه، این کار را انجام بدید و انشالله این تأثیر خواهد داشت در شوهرتون و همچنین در فرزندان و اهل اون خونه. سال بعدشون خانم تاجی گفتن که کسی در این دنیا اگر گناه بکنه، آیا در این دنیا تقاص میده یا در آخرت؟ بعضی از گناهان در احادیث نبوی شریف و روایت‌های مستند و صحیح آمده است که عقوبتش در دنیا قبل از آخرته. یکی از اینها نافرمانی یا بی احترامی یا حدکارمتی پدر مادره که شدیداً اسلام یعنی درباره اون بیان کرده و نکرده، و دیگری ظلم به ایتام و زیردستان هست. اینها کیفرش در دنیا قبل از آخرته. بعضی گناهان این چنینی هست که در دنیا قبل از آخرت انسان کیفرش و عقوبتش عاجل هست. قسم‌های ناحق، قسم‌های غموس مثلا، فر مثلا، قسم‌هایی که واقعا مغلظه است و امثال اون. ولی شرط نیست. خداوند رحیم و بخشنده است، حکیم هست در کارهاش، و خداوند خیلی صبرش زیاده و به انسان مهلت میده، اما امهال نمی کنه این گناهان را. همه اینها پرونده ها نوشته شده، و اگر از باب تکفیر باشد، بله، در بعضی از روایت ها آمده است که اگر خداوند بنده ای را دوست بدارد، اون را چیکار میکنه؟ مبتلا میکنه. مبتلا کردن یعنی که بیمار میکنه، یا مثلا زندگیشو کساد میکنه، یا زن و فرزندشو مثلا به مصیبت مبتلا میکنه، تا اینکه نوعی به اصطلاح مصیبت بر سرش سنگینی بکنه و احساس گناهان بکنه، احساس گناهانش از سرش پاک بشه، تا زمانی که به اصطلاح هیچ گناهی برش نباشه، اون وقت به آخرت بره. این وجود داره، ولی این در شأن انسانهایی که است، انسان‌های پاک و سالم و موحده. ولذا در روایت آمده است که اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی بیشترین ابتلاها و مصیبت‌ها رو سر انبیاء میاد و بعد به کسانی که به آنها شبیه‌تر و نزدیک‌تر از نظر منهج و عمل و زندگی باشند. ولی بس اینجاست که هرمه گناهان در این دنیا کیفر عقوبت نداره، بس دیگه به نوع گناه دارد و بس دیگه به رابطه این بنده با خدایش هست. ممکنه دعاهایی کرده که عقوبت‌ها را از سرش برداشته یا بخشیده، صدقه داده، یا کاری کرده که گناهان دیگر را چیکار کرده؟ پاک کرده. ان الحسنات یذهبن السیئات. ممکنه خیلی از انسان‌ها در نظر من و شما گناهکار باشن، کارهای زشتی را انجام دادن، اما واقعا کارهای پاکی انجام دادن که ما نمی‌فهمیم، و خداوند به برکت اون کارهای پاکشون گناهانشون چیکار کرده؟ بخشیده و پاک کرده. بله، آقای شیراقا تاجیک از ایران گفتن که مادرشون یک سال به رحمت خدا رفته و خدا رحمتشون کنه انشاءالله. آیا سالگرد درسته یا نه؟
نخیر، سالگرد ما در اسلام برای هیچ شخصیتی و هیچ احدی نداریم، چه پدر و مادر باشن، چه اولیا و صالحین باشن، چه شهدا و بزرگان باشن، فرق نمیکنه. اسلام این در را باز نکرده، این در در بدعت و در خرافاتی است که غالبا به شرک و کفر و الحاد کشیده می شود و سرچشمه، اگر شرح یا تفسیر سوره مبارکه نورا بخوانید، در اونجا مفسرین خیلی واضح و روشن می‌فرمایند که آن پنج بت قوم نوح در اصل انسان‌های صالح بودند. و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. این پنج تا علما مفسرین می‌فرمایند که صالحین اسم‌های و نام‌های صالحین قومشون بودند. یه نسل گذشت، اینها اومدن فقط تمثال ازشون درست کردن برای یاد بود، داخل خونه زدن. سال بعد، نسل بعد اومد گفتن نه، اینها رو باید در مقابلشون کرنش کرد و به همین صورت پیشرفت کرد تا اینکه اینها خودشون مورد عبادت قرار گرفتن، در حالی که خودشون انسان‌های صالح و درستکاری بودن. اینه که میگیم که هیچ بزرگداشتی نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه کسانی که رفتگان هستند به سی شیوه میشه باشون خدمت کرد. یکی بهترین روش دعاست. ولی لذا قرآن، هر جای قرآن رو بخوانید به ما یاد میده که دعا کنیم برای گذشتگانمون. ربنا اغفر للذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا والاخوان للذین سبقونا بالایمان، در آیات سوره حشر. کسانی که بعد از، یعنی تا صحابه که دو گروه رو از اونها ذکر کرد، مهاجرین و انصار، بعد از اون آمدند که شامل تمامی امت اسلامی تا قیام قیامت می شود. کسانی که بعد از این دو گروه آمدن، امتهای صدر اسلام یا مسلمانان صدر اسلام، دعا برمی دارن، دست دعا برمی دارن، میگن که چی؟ ربنا اغفر لنا ولاخوان الذين سبقونا بالایمان، بارالها ما را و گذشتگانمان را بیامرز. ولذا دعای حضرت نوح هم رب اغفر لي ولوالدي، دعای حضرت ابراهیم رب اغفر لي ولوالدي، دعای صالحین رب اغفر لنا ولاخوان الذين، رب، دعاهای قرآنی همیشه دعای مغفرت است برای خودت و دعای برای پدر و مادر و وابستگان. این اولین کار. کار دومی که برای اموات میتونه مفید باشه این که ما نسبت به کارهای خوبی که انجام داده اند انجام بدیم، تا اینکه این سنت رو همیشه زنده کنیم. یعنی اگر ما دیدیم که پدر همیشه یه کاری انجام میداده، یه خیراتی میکرده، یه صدقاتی میکرده، یک کار ثوابی انجام میداده، این کار رو برای خودمون انجام بدیم، ادامه بدیم، به اونها هم ثواب و اجر میرسه، چون بانی و مؤسس این خیر برامون بودن. و همچنین سعی کنیم که اگر دستمون میرسه از نظر مالی، از پیش خودمون انفاقی کنیم در راه خدا به خیر و ثواب اونها، یعنی صدقه برای اموات. و صدقه برای اموات هم هیچ اسم و رسمی نداری، زمان و مکانی هم نداری. هر جا که دیدید جای مناسب هست، به اندازه مناسب میتونید صدقه بدید، خیرات کنید، این کار رو انجام بدید به نیت رسیدن ثواب به میتتون. لازم نیست حتما براش تابلو درست کنید بنویسید به خیر فلان، و لازم نیست مردم بدونند و اعلام بکنید که من خیر را برای پدر یا مادر انجام بدم. بین خودتون و خدایتون باشه. این بهترین سکاری که میتونید برای اموات انجام بدید. هیچ نوع مناسبت، هیچ نوع مجلس ترحیم، هیچ نوع یادداشت، هیچ به اصطلاح بزرگداشتی ما در اسلام غیر از این نداریم. خب سال بعدش این بود که میگه وقتی که ما میریم سر قبر و انبات رو زیارت میکنیم و سر مقبره میریم، آیا احساس میکنه که مثلا فرزندانشون بدن یا نه؟ این ثابت نشده یا کنید که رسیدن، اما اینکه انسان مسلمان دعا کند برای انبات، بله، از طریق فرشتگان، از طریق ملائکه بهشون اعلام میشه که فلانی برای دعا کرد، فلانی برای خیر کرده، فلانی، یعنی بهشون اعلام میشه. اما که خودشون بدونن نخیر. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء، ولا تسمع ثم الدعاء، به خاطری که همچنان که نمیشه کر را در دنیا شنوان. آیا میتونیم ما داد بکشیم و یک کر را بشنویم؟ نمیشه. یعنی چیزی که خداوند جز سنت های دنیوی قرار داده، یک انسان کر را نمیشه باش حرف زد، باید با زبان اشاره باش صحبت کرد. همچنین یک انسان میت قابل شنواندن نیست، نمیشه باهاش حرف زد. اونها هم قدرت بینایی در این دنیا را ندارند. چیزی که هست اینه که
هر کاری، هر فعلی، هر سخنی براشون انجام دادید، بله اونها اطلاع پیدا میکنن، بعد به واسطه فرشتگان و قرینه هایی که با اونها هستن. ممنون. خب خانم علیزاده از ایران گفتن که سرودهای ماهر زین بله. که سرودهای به حساب نشیدهای اسلامی، نشیدهای اسلامی بخونه بله. همراه با آهنگ است بله. آیا درسته گوش دادنش شه؟ درش اختلاف نظر هست بین فقها معاصر که آیا میشه آهنگها و نشیدهای اسلامی را با آلات موسیقی هماهنگ کرد. من میگم اگر کسی بتونه اجتناب بکنه و گوش نده بهتره، ولی اگر کسی لابد منه میدونه هم گناهی آنچنانی ندارد که ما اون را مقایسه کنیم با موسیقی های مبتذل و امثال اون. الله تعالی. خب بعد سال بعدش این بود که نماز صبح دعای قنوت دارد یا نه؟ اگر مذهبتون شافعی هست، یعنی غالبا از فقه شافعی پیروی میکنید، بخونید و حرجی در خوندنش نیست و کسی در خوندنش نگفته که گناه هست، این رو بدونید. اما نخوندنش ما میگیم بهتر هست، به دلیل اینکه بیشتر فقهای امت اسلامی به این رأی قانع هستند که قنوت در نماز صبح جز سنت نیست. الله اعلم. سال بعدشون سرودهایی که برای بچه ها خونده میشه و همراه با آهنگ است، آیا درست انسان گوش بده؟ اگه قصد تسلی برای تسلیه برای بچه ها و کودک هاست اشکالی نداره. الله اعلم. خب آقای شفیق از ایران گفتن که کسی که آدم خوبی باشه ولی نماز نخون، بی نماز باشه. ما اینا انسان خوبی نمی نامیم. بله. انسان خوب انسانی است که به تمام معنا، یعنی حق الله را در اولویت خوبی‌هاش قرار بده. انسانی که رابطش با خدا بده، ظاهراً اون چیزی که برای مردم خوب انجام می‌دهد هم خالی از اشکال نیست. ولی ما میگیم که قرآن بارها و بارها تأکید کرده بر اصل نماز. نماز یعنی نوعی شکر، نوعی بسیار تسلیم بندگی خدا شدن. کسی که حق خداوند را، شکرانه نعمت الهی را به جای نمی آورد، مطمئنن اون چیزی که برای دیگران هم انجام می دهد ارزشی نداره. بله. ما توصیه‌مون بر اینه که حتما اگر کسی را خوب می شناسید و ظاهرا انسان خوبی هست، اون رو توصیه کنید به نماز خوندن. خب آقای سبحان گفتن که اگر دختر پسری با هم دیگه ارتباط داشته باشن و به هم دیگر کادو بدهن، مثلا لباسی بدهن، آیا نماز خوندن در چنین لباسی اشکال داره یا نه؟ اولا این سه فقره داره. اسمشون سبحان را میخواستم شروع کنم. اسم سبحان اسم شرعی نیست. سبحان نوحی درسته، معنای بدی نداره، معنای پاک و منزه است. ولی اسمهایی که نوعی درش تمجید باشد باید برداشته بشه. همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میدونید اسم حضرت میمونه را عوض کرد، بره بود، یعنی بسیار نیکوکار. اومد اسم همسرش شد، گفت نخیر، تو اونطور هم نباید باشی، ولی میمونه انسان مبارکی هستی. ما میگیم اسمتون را اگر میشه، شرایط اجازه میده، به اسمی به صلاح خوب و نیک و جالب که این معنای به صلاح درش تمجید زیادی نباشه، چون سبحان از نظر شرعی نوعی اشکال داره. خب بحث دوم این که ارتباط این دختر و پسر اگر که از نظر شرعی اشکال داشته باشه، کادو دادنش هم اشکال هست. بله. یعنی اگر یک دختر و پسر که نامزد نیستن یا عروسی نکردن یا نمیخوان با هم دیگه ازدواج کنن، به هم دیگه کادو رد بدل کردن، اینو کادو دادنشون اشکال داره. بحث سوم این که اگر واقعا به بهانه های مختلف دیگر کالا رد و بدل شد، مثل دو تا همکلاس مثلا از تو دانشگاه یکی اول شده یکی سوم شده، کالایی و کادوی بین اینها جابجا شد، ما بگیم این نوع کادو اشکال نداره و نباید پرسید، در هدیه نباید پرسید که از کجا آوردی. خب خانم محمدی از ایران گفتن که بلند شدن از رکوع، وقتی که انسان میگه سمع الله لمن حمده از رکوع میاد بالا و دست رو به حساب رو هم بذاره، دوباره دست ببنده، بله، آیا اشکال داره یا نه از نظر شرعی؟ اشکال نداره. یک رأی در مذهب امام احمد بن حنبل، مذهب حنابله، یکی رأی در مذهب حنابله اینه که این کار سنت است، ولذا تعداد زیادی از حنابله معاصر این کار رو انجام میدن و بقیه فقهای امت اسلامی رو این کار نمی کنن. و این مستندشون اینکه اون حدیث
المسیء صلاته است که پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی رو دید در بعد نماز عصر نماز میخوند، نماز تون تون میخوند، اشتباه میکرد، برگردون دو بار سه بار، بعد بهش نماز یاد داد و در این نماز یاد دادن بهش فرمود که فاذا ثم اعتدل حتی ترجع قائما. در بعضی روایت های این حدیث آمده است که آنچنان بعد از رکوع برمیگرد مثل حالت اولت، مثل حالت اول. و از این حالت اول فقها استنباط کردن که چون در حالت اول دست بسته بوده چیکار میکنه؟ دوباره دست بسته. این نوع قیاس البته درش هست، چون شرط نشده که وقتی انسان بالت اول بگید حتما دستش هم بسته باشه، یعنی اینکه کاملا مستقیم بیست. مثل بعضی برادران که وقتی نماز میخونن، بعضی زنها هم، والا برادران تنها میگیم، زنها هم داخل خونه خیلی وقت عجله دارن، هنوز کاملا کمرش راست نشده میخواد بره به سجده، ما میگیم این نماز باطله، چون قیام و اعتدال کامل جزء رکنه. اگر کسی در حالت رکوع کاملا راست نشه نمازش باطله، نمازش درست نیست. بعد کاملا راست بیستی، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، دیگه برید به سجود. و از اینجا علمای، بعضی از علمای حنابله برداشت کردن که دست بستن مجدد سنته. این در مذهب حنبلی هست و در مذهب دیگه وجود نداره. بله. سال بعد خانم محمد این بود که اگر زنی بگه که اگر من مرد بودم این کارو میکردم، آیا این اشکال داره؟ این نوع نه، اگر از باب نوعی به صلاح تحمس و تشجیع یا ترغیب دیگران بی این کار هست که اگر من جای شما بودم این کار انجام میدادم، اگر مرد بودم این کار انجام میدادم، اشکال نداره. اما تمنی این که انسان جنس دیگر باشد شرعا درست نیست، بخاطر اینکه خداوند عز و جل حکیمه و هر زن و مردی رو مسئولیت خاص خودش رو داده که نمیتونن جای یکدیگه رو بگیرن. آقای محمد از ایران گفتن که حنفی مذهب هستن، آیا جایزه که از مذاهب دیگری مثل شافعی یا حنبلی یا مالکی پیروی بکنن یا نه؟ غالبا اون چیزی که در کتابهای اصول فقه و فقه ما میخوانیم اینه که فقها میگن که العامی لا مذهب له، شخص عامی، شخصی که نسبت به علوم شرعی اطلاعی نداره و همیشه سوال میکنه و عمل میکند مذهب نداره. مذهبش مذهب کیه؟ عالمش. کسی که در دسترسش هست ازش سوال میکنه. حالا اگر از مذهب، از عالمی سوال کرد که اطلاع به مذهب حنفی داره، مطابق اون فقه عمل میکنه دیگه. اگر اشتباه کرد یا درست کرد، در گردن اون مثل عالم هست یا اون مفتی هست. ولی ما میگیم که شرط نشده که انسان حتما یه مذهبی را انتخاب بکند خودش، چون خداوند این را جزء واجبات ما قرار نداده، بلکه برعکس فرموده است فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل علم بپرسید. اهل ذکر در اینجا یعنی اهل علم، بالبینات و با حجت. ولی همیشه وقت پرسیدید دلیل را هم بپرسید که آیا این در قرآن آمده، در سنت آمده، صحابه انجام دادن، بزرگان گفتن یا نگفتن. یعنی از هر کسی هر قولی را نپذیرید. بله. آقای محمد از کرج گفتن که در حدیث نهی اومده از نکاح باید. آیا اگر با دست دیگری باشه اشکال داره؟ آقای محمد، شما که یک به اصطلاح محقق علوم دینی هستید، این از باب اولا میشه حرام، حرمتش چند برابر میشه. وقتی دست انسان که ملک انسان هست جایز به انجام همچون کار خلافی نیست و شر حرام کرده، از استفاده از دست دیگران از باب اولاست. استفاده از مال دیگران و مثلا میشه چی؟ اولاتر. بله. خب بعد سال بعدش این بود که مثال زدن نادرست. بله. مثلا مثالی بزنیم که نادرسته. این از نظر شرعی چطوری؟ چه نوع مثال مثلا؟ مثلا این مثالی زده بودن که حالا من دقیقا مثلا گفتن که اگر من مثلا این کار سختی رو انجام بدم، مثل اینکه مثلا با زنبورا ازدواج کنم، ازدواج کرده باشم، نه تو چیزی گفتن پشه یا زنبور، با پشه، هم پشه، با پشه ازدواج کردم. من نمیدونم منظورشون از این مثال چی بود دقیقا، من هم چون صداشون هم خیلی واضح نبود، شما هم دقیقا واضح بیان نکردید. من فکر می‌کنم که باید نوع صحبت‌ها رو در قالب شرعی درآورد، یعنی
به معیار شرعی ولا تنابزو بالالقاب به معیار شرعی در بیار. ببین که همیشه علیه براتو به چی میگن که در المقاصد العبرتو بالمقاصد. خب در اونجایی که اصل قواعد شرعی را ما میخوانیم در قواعد شرعی انما الاعمال بالنیات وقتی میاد اولین قاعده شرعی اینه که چی؟ الامور بالمقاصدها، الامور بمقاصدها، یعنی به نیتها توجه میشه نه به الفاظ ظاهر. یعنی شما اگر بین دو تا واقعیتون به عملتون و بین تلفظ یک حرفتون تناقض بود، کاملا تناقض بود، مثل امام نووی رحمت الله علیه در کتاب المجموع مثال میزند، میفرماید اگر کسی در نماز ظهر بیستد، در صف نماز ظهر ایستاده و میدونه که نماز ظهره ولی اشتباها میگه نیت کرده نماز چی؟ عصر، چهار رکعت نماز عصر، آیا نماز درسته یا باطله؟ ما میگیم نمازش به نیتش، به نیت قلبیش منعقد میشه نه به لفظ زبانش. ولی ما میگیم که اگر تلفظی کرد، حرفی رو زد از روی ندانم کاری، اینجا مؤاخذه نمیشه. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. همچنان که در قسم خوردن به لغو و بیهودگویی انسان مؤاخذه نمیشه، در به اصطلاح حرفایی که بین همدیگه هم زده میشه و الله تعالی عالم انسان مؤاخذه نمیشه و این جزء چیه؟ جزء لغوی است که انسان باید ازش اجتناب کنه در حد امکان. خانم صمدی از دنبال گفتن کسی که برنامه دینی میبینه از تلویزیون، حالا هنگامی که کعبه رو میبینه مثلا چطوری باید عمل بکنه؟ عمل خاصی نداره، ولی علما اونطور که میفرمایند مشرف شدن به مسجد الحرام و مشاهده کعبه معظم از نزدیک هم نوعی ثواب هست. امام مالک رحمت الله علیه میفرمودن که این مقوله‌ای داره، میگه که نگاه کردن به خانه کعبه هم چیه؟ ثوابه، عبادت، عبادته. ولی زا آیا میشه قیاس گرفت؟ یعنی ما آیا حرم را و کعبه را از تلویزیون میبینیم آیا همون حکم دارد؟ فکر نمی‌کنه حکم داشته باشه، چون اون به اصطلاح تعظیم و اون تبجیل و اون بزرگی که انسان وقتی در نزدیک در کنار حرم هست با عکس و تصویر نیست نداره بر. ولی به هر حال خالی از ثواب هم نیست. یعنی نمیشه گفت انسانی که پای برنامه دینی میشینه قرآن گوش میده یا مثلا برنامه قرآنی رو گوش میده، برنامه دینی گوش میده، به اندازه نیتی که داره و وقت وقتش رو در خیر صرف میکند و هزینه میکنه حتما ثواب و اجر داره. آقای شیراغا از ایران گفتن که در جای کار میکنن صاحب کارشون یه کاری انجام میده که میگه به صاحب کار دیگه نگید. آیا این درسته که نگن و پنهان بکنن؟ اگر که قصدشون حفظ اسرار کار هست، حفظ اسرار کار اشکال نداره. هر کس سری در کار خودش داره. اما اگر که حفظ خیانت های کار هست، ما میگیم شرعا درست نیست. بله، یعنی اگر که صاحب کار به شما میگه که مثلا در سیما به کار بردن قناعت بکنید یا نمیدونم از تابوت فلان استفاده کنید، تابوت مثلا به عنوان مثال میگن 6 اینجا 8 اینجا 10 اینجا مثال میزنم، یا مثلا نوع آهنی که به کار میبرن، نوع گچی که به کار میبرن، غش کردن در نوع کار، خیانت در ارائه کار جایز نیست شرعا. من غشنا فلیس منه، خیانت جایز نیست. اما اگر که در تحسین کار هست، یک قلقهای تو کار وجود داره در خرید، فروش، تجارت، ساخت، بنا و امثال اونها که غالبا سرکارگر یا صاحب کار نمیخواد دیگران سر در بیارن، این ملک اونه، ملک فکریش هست، میدونید؟ ملکیت فکریش، میگه من نمیخوام به هر کس بدم، شما شاگرد منید، با من کار میکنید، حق نداره به کسی بگید، اشکال نداره. خب بعد گفتن که پسری خدا بهشون داده، آیا درسته اسم الیاس برای بذارن؟ نه، بهشون تبریک میگم، فرزند و نوزاد مبارک جدید انشالله خوش قدم باشه، هم تو گیرانه میگن، و انشالله که انسانی صالح و سالم و تندرست باشه. الیاس یکی از نامهای مبارک یکی از پیامبران خوشنام آوازه است و خیلی هم جالب، ان الیاس لمن المرسلین در قرآن کریم چند بارم تکرار شده. بله، الیاس نام معنی باید. الیاس گفتن چی؟ والا دقیقاً اسمش اسم، چون اصلش عبری هست، الیاس یکی از اسمهای عبریه. بله، من معناش رو دقیقاً نمیدونم. والا بله، آقای شیرمرد از ایران گفتن که نماز که میخونن
سر کار هستن و نمیتونن دعا اوراد و اذکار و دعای بعد نماز بخونن. اشکال نداره، اگر که وقت کارش اجازه نمیدهد میتونه همونطور که سر کار هست برای خودش زمزمه کنه. یعنی انسان برای اگر دکاندار هست، کارمند هست، مثلا کارگر هست و بیشتر از اون وقت اجازه نمیده براش، مشکل نیست. همونطور که سر کارش از کارش انجام میده، از کارشو بخونه و لازم هم نیست که حتی بشماره. به اندازه توانی سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر بگه. نعم. آقا عبدالله جان گفتن که آیا شوهر میتونه همسرشو مجبور بکنه به اپلاسیون براش انجام بده؟ ولی بستگی به مثلا نوع علاقه شون هست. من نمیدونم ولی اپلاسیون دقیقا منظورش چی هست. شاید من نمیدونم. حقیقتا از این اصطلاح چند اطلاعی ندارم. بیشتر میتونم به اتاق فرمان بگن یا اینکه ما روشن کنم ما بهشون انشاءالله. خب خانم سفری گفتن که بچه‌ای که از دنیا میره آیا در فردا قیامت میتونه شفاعت خواهی پدر و مادرش بکنه یا نه؟ فرزندانی که زیر سن بلوغ هستند و از این دنیا برن، اینها شفیع پدر و مادرانشون، البته به شرطی که پدر و مادران مؤمن و مسلمان باشن، هستند در روز قیامت. بله. بله. این ثابت شده در احادیث صحیح. خب سال بعدش اینه که افرادی که مشروب میخورن آیا میشه با اونها رفت آمد کرد یا باید رفت آمد با اونها رو قطع کرد؟ انسان مسلمان سعی میکنه رابطش رو با همه کس قوی نگه دارد مگر در شرایطی که گناه مرتکب بشه. قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. لا یضرکم علیکم انفسکم، ای کسانی که ایمان آوردید خیشتن را نگه دارید. علیکم انفسکم، یعنی خودتون اولاترید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کسانی که گمراه شده اند شما را ضرر نمیرسانند به شرطی که شما چیکار کنید؟ اهتدا داشته باشید. و شرط اهتدا اینه که انسان قیام به امر معروف نهی از منکر بکنه. یعنی انسان اگه بی خیال باشد بگه که من کاری به دیگران ندارم، نه نشه، خودش میدونه مثلا بگه اینطوری. نخیر، در اسلام المؤمنون كالجسد الواحد، المسلم و اخو المسلم. مادامی که مسلمان هست مرتکب گناه و اشتباهی میشه، باید به طرفش بری، نصیحتش بکنی، بهش بگی، بر حذرش بداری، تهدیدش بکنی به گناهان خداوند و عقوبت‌های الهی در دنیا و آخرت. اگر دست کشید فبها و نعم، خوب. اگر دست نکشید گناهش به خودشه. و اگر شما دیدید که از این رفت و آمد شما و خانواده‌تون متضرر میشید، ممکن تحت تاثیر قرار بگیرید، باش خط رو بده. نعم. این یه خط آخر. بله. سال بعد خانم سفاری میگه برنامه‌ای که تو گوشی ها هست، تو تلفن هست، آیا میشه از اون استفاده کرد یا داخل اون برنامه شد؟ بستگی به نوع اون به اصطلاح برنامه داره. اگه برنامه‌های مفید هست از این استفاده کنید، اگه برنامه‌های مضر هست از این استفاده نکنید. بله. خب بعد آقا عبدالله از ایران گفتن که یکی از بستگانشون طلاق یا سه طلاقه خوردن که گفتن یک سال با زنش رابطه نداشته باشه، این حکم چیه؟ حکم این به نظر من الله اعلم حکم ایلام قرار میگه. للذین یؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحیم وان عزموا الطلاق فان الله سمیع علیم. در سوره بقره این دو آیه پشت سر هم داریم. کسانی که سوگند میخورن که با زنانشون از زنانشون دوری کنن، ایلا یعنی دوری، و نزدیکی نکنند و حقشون رو به جا نیارن، اینها تا 4 ماه مهلت دارن. قبل از این 4 ماه اگر باشون برگشتن و زندگیشون و روابطشون برقرار کردن، خداوند بخشنده و مهربان است، هیچ کفاری هم نداره. ولی اگر قسمشون رو نشکستن و همینطور ادامه دادن، میشه چی؟ طلاق. طلاق میشه و یک طلاق در حقشون ثبت میشه. بله. الله اعلم. بله بیننده عزیز بفرمایید. آقا احمد از خوزستان بفرمایید. سلام علیکم استاد، خسته نباشید. علیکم السلام آقا احمد، بفرمایید. ممنون عزیزم، بفرمایید. استاد دو تا سوال داشتم. بله عزیزم، بفرمایید. یکی در مورد زکات رهن منزل، گفتم ببینم زکات تعلق میگیره به رهن منزل یا نه. بله. بله. بعد یه سوال دیگه داشتم راجع به احکام تولد فرزند. بله. چه اسمی بهتره روی فرزند بذاریم؟ بله. ممنون میشم. سلامت باشی عزیزم. موفق باشی. بله بینده بعد. مریم خانم از ایران بفرمایید. خواهرم.
مریم خانم بفرمید. خواهر عزیز بفرمید. خب ظاهرا مریم خانم قطع شدن. بیننده بعد. بله بیننده عزیز بفرمید. خودتون معرفی کنید. آقای یا خانمه؟ الو. بله عزیزم بفرمید. خانمه؟ سلامی هستم. خانم سلامی بفرمید. خانم سلامت بشی. ببخشید خواستم چند تا سوال بپرسم. یکی این که مثلا آدم قسم بخوره با یکی رفت آمد نکنه، آیا جایزه نه یا نه؟ یا نفرین کردن جایزه یا نه؟ مثلا یکی نفرین کنه منم بگم قسم بخورم باهاش رفت آمد نکنم، این جایزه یا نه؟ یکی همین که میخواستم بدونم مثلا یکی پسر بچهش از دنیا بره، قبل از اینکه از دنیا بره مثلا نماز نخونده باشه، مثلا گناه کرده باشه، ولی الان توبه کرده باشه نماز و اینا رو بخونه، الان مثلا شفاعتش میکنه یا نه؟ بله. مرسی، ممنون خانم. سلام علیکم. بله بینده بعد. آقا مسعود از ایران بفرمید. آقا مسعود. آقا مسعود بفرمید. آقا مسعود سلامت بشیدم. آقا مسعود بفرمید. با سر خدا بمون داره اسمش اول تلاش میداره. خدا من پسری بهتون عطا کرده چی؟ دختر خدا بمون داره اسمش گذاشتی و اول اسمش بوده ام کلثوم. کلثوم؟ ام کلثوم. ام کلثوم؟ بله ام کلثوم. آره بله. الان تو خونه برشون صدا بذارم سونیا. اینم بخواستم بخواستم سونیا. سونیا بله. بله انشالله. خب بیننده بعد سلامت بشید. بله بیننده بعد. بله بیننده عزیز خودتون معرفی کنید. آقای یا خانمه؟ آقای محمد از ایران. آقا محمد از ایران بفرم بیزن. میرسی من به سال قبل هم تماس گرفتم از شما هنوز پاسخ ندارید. خب رسید نوبتتون انشالله استاد پاسخ خواهند داد. شما انشالله نوبتتون که رسید استاد پاسخ خواهند. بله آقای طاهر از ایران. آقا طاهر بفرمایید. خانم طاهره. خانم طاهره. بله خانم طاهره بفرمایید. معذرت میخوام. بفرم بیزن. من شوهرم میگه باید تتو کنی، منم میگم گناه دارو ابروام هم برمیدارم خودم رو گناه بار میدارم. گفت ببینم حکمش چیه تتو اینا. میگه تتو بکن؟ بله منم دوست ندارم، میگم گناه داره. بله سلام. اشتر میکنم ولی من میگم گناه داره. انشالله استاد پاسخان دار. خورمانم سلامت بیش خوارم. بله بینده بعد. بله بینده عزیز. آقای سهیل از ایران بفرمید. آقای سهیل خسته نباشه. سلامت بیش عزیزم. آقای سهیل بفرمید. ببخشید من خواستم یه وقت بگیرم. بله اینجا از باستن واقع ازدواجه. بله ازدواج من از واقع اینجا اونم اینجا میدونم مثلا این واقع ازدواج آقا آقا سوید صدا داره قطع وز میشه. وام ازدواج میخواید بگیرید؟ آره یه وام میخوام بگیرم صدا میتونم. خب یعنی منظور حکمش چیه؟ آره این وام، این وامی که میخواید از بانک بگیرید مثلا اگه صدات رفت. آقا سهیل صدام اومد؟ بله میگن اگه کارمز باشه یعنی دستمز باشه اشکال نداره. بعضی هم میگم نه مثلا اصلا کلن حرام روبات من شکار کنم. بله انشالله. خب این چقدر وامش؟ با چند درصده؟ وامش میگه 4% خلا من میگم 4% روم ازدواج. انشالله استاد پسرو خدا رو یار نگه دارد. آقا عبدالله از ایران بفرمید. آقا عبدالله آقا عبدالله بفرمید. الو خسته نباشید. سلامت بشه ایزم بفرمید. آقا عبدالله این
استاد سوال ما رو خوب متوجه نشدید در مورد سه طلاقه. خب این خدمت شما هستم، قسم خورده که اگه تا یک سال به همسرش نزدیکی نکنه، اگه نزدیکی کرد سه طلاقش واقع بشه، یعنی قسمش اینجوری بوده. خب استاد گفتن که گفتن که گفت یعنی اگر نزدیکی نکرد تا یک سال نزدیکی نکنه، خب این یک طلاق واقع میشه، طلاقش واقع میشه، یک طلاق واقع میشه. بله من هر دو حالتو هر دو حالت استاد گفتن، یعنی این اگر ارتباط برقرار نکرد بعد از 4 ماه یک طلاق واقع میشه. خب بیننده بعد. خب استاد بله خانم محمدی گفتن اگر کسی در این دنیا گناه کند و توبه کند خداوند او رو میبخشه یا نه؟ بله 100% این یکی از وعده های الهی است. و هو الذی یقبل توبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه شورا میفرماید اوست ذاتی که توبه را از شما میپذیرد. خداوند توبه پذیره، ولذا در سوره مبارکه بقره هم میخوانیم الله یحب التوابین، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند توبه کنندگان را دوست میدارد همچنان که پاکیزگان را دوست میدارد. خداوند عز و جل به توبه کنندگان پیشنهاد میده که و ساری و لمغفرت، بشتابید به سوی مغفرت الهی در دنیا اونها که توبه میکنن. ولذا قرآن کریم در سوره زمر هم صراحت فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای بندگانم آن کسانی که در دنیا بر خود اسراف ورزیدید با گناهان، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند مایوس نشید. چرا؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهان را میبخشد اگر توبه کردید. انه هو الغفور الرحیم، به راستی که الله بسیار آمرزنده و بسیار مهربان است. و رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث شریف میفرماید که ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر، توبه بنده را میپذیرد مادامی که غرغره نکرد، مادامی که روحش به حلق نرسیده، تا آخرین رمقی که در جان دارد اگه توبه کرد توبهش میپذیرد. نه ولذا آقا... هیچ کس نباید از توبه مایوس بشه و تا هر لحظه ای که امکان دارد توبه کنه. من آقا عبدالله زیران گفتن که اگر حالا ظاهرن بانک اسلامی است یا حالا یک توری هست که قراردادی میبنده با بانک، بله، به کالت هم میده به بانک و پایان مدت حالا یک سال دو سال هر چی هست یک مبلغی به عنوان سود به طرف مقابل میده و ماهیانه هم حالا قبل از اینکه سال تمام بشه و بیاد حساب بکنه ماهانه یک مبلغی به حساب این طرف واریز میشه. حالا گفتن که بانک مثلا قرارداد میده که مثلا 79.5% یعنی به بانک تعلق داره سودش و حالا 20.5% مثلا به صاحب. در نظام بانکداری اسلامی این قراردادها هست، مکتوبه. قدیما هم در دبی من میدونم که قراردادهایی که در جزء در دفترها یادداشته بود این که 5% این به بانک تعلق می گرفت و 95% به چی؟ به مشتری. شما سپرده در بانک میذاشتید، اونا طبق به اصطلاح موازین حسابیشون در نهایت به اصطلاح سال مالیشون هزینه ها را کسر می کردن و بعد از اون می گفتن بله شما نسبت به این درصد مبلغ تعلق گرفته که 5% فایده بانکه و 95% فایده مشتری یا سپرده یا سرمایه گذار. در واقع باز هم این نوعی شک و تردید درش هست به چند دلیل. اول اینکه اکثر بانک ها قطعی و ثابت دوباره اون سپرده هاشون را چیکار می کنن؟ به بانک داری به بانک های دیگر یا به افراد دیگر به قرض میذارن. یعنی این فایده هایی که به بانک برمیگردد از کجاست؟ از ربا، از رباست، نه از سرمایه گذاری مستقیمه. یعنی بانک به عنوان یک به اصطلاح شرکت مصرفی حق تجارت نداره،
حق تجارت مباشر نداره. این در قانون بانکداری هست. ولذا اشکال، یکی از اشکالات بزرگی به سر نظام بانکداری اسلامی اینجاست که حق خودش نمیتونه چیکار کنه، تصرف کنه در اول. والله اعلم. ولذا من میگم که از این نوع سرمایه‌گذاری ها در بانک ها صرف نظر کنید و تا حدی که میتونید خودتون چیکار کنید، سرمایه‌گذاری کنید در انواع به اصطلاح تجارت ها، صنعت ها، کشاورزی ها و غیره. آقا محمد از ایران گفتن که کاشتن مو توسط مردان درسته؟ کسی کچله میخواد مو بکاره؟ اشکال نداره، از نظر مجامع فقهی اونطور که اطلاع دارم جایزه. بله. سوال بعدشون در مورد ارث پدرشون، میگه پدرشون فوت کرده و مادر بزرگشون در حیات بوده. بله. خب حالا مادر بزرگشون بعد فوت کرده، حالا این ارثی که از پدر مونده، ارثی که از پدر برده یک ششم، حالا بین چه کسانی تقسیم میشه؟ سوال اولش این بود که آیا یک ششم که از میراثشون کسر میکنن درست یا نه؟ بله این درسته. حق به صدا میگن که اول یا چی داره؟ ولی اصطلاحش من الان در میراث، چون زیاد با میراث سر کار ندارم، اصطلاحش فراموش کردم. حق به صلا امواتی که بعد از به صلا صاحب میراث اول فوت کردن جدا میشه و دوباره برمیگرده بین کسانی که به میت دوم ارتباط دارن، دوباره تقسیم میشه. بله کاملا درسته. اون ششمی که بهره مادر بزرگ بوده حق خودش هست و میتونه به فرزندانش که دایی هایی به صلا این آقا محمد باشن و بقیه کسانی که در رابطه با اون میراث میگیرن، اما هاش تعلق میگیره. خب سال آقای رسول از ایران گفتن در نماز زیاد وسوسه دارن، علاجش چیه؟ وسوسه را گفتین اولا یا کنید، سعی کنید بیشتر با ذکر و ورد خودتون را مشغول کنید، به خصوص سوره فاتحه، آیت الکرسی، معوذات، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، و همچنین لا حول ولا قوه الا بالله. بله. این اذکار بسیار بسیار مفیده و سعی کنید که در طهارت و در تکبیر نماز زیاد به خودتون وسوسه را ندید. این دوتا را کلید و شکستن مثلا وسوساتون قرار بدید. خیلی اصلا در این دو مورد پاکی و غیر پاکی میزنند، یا اینکه آیا نمازش منعقد شد یا نشد، ده بار تکبیر میکرد. در این دو مورد وسوسه را کنار بذارید، بقیه خود به خود انشالله حل میشه. انشالله. آقا احمد از خوزستان گفتن که زکات رهن منزل، آیا رهن منزل زکات هم داره؟ رهن منزل اگر اموالی است که به حد زکات رسیده و سال هم از گذشته، بله بهش تعلق میگیره. بعد در مورد احکام تولد فرزند گفتن که چه اسمی بهتر انسان رو فرزندش بذاره؟ اول هر نوزادی که به متولد میشه چند حکم داره، یعنی چند تا آداب شرعی دربارش باید رعایت کرد. یکی این که در روز هفتمش باید نامگذاری بشه، پسر یا دختر. این نامگذاری ها که شما پرسیدن آقا محمد یکی بودن؟ بله احمد. آقا احمد. این نامگذاری ها بهتره که از نام صالحین باشه، یا نامی باشه که از نظر عرف اجتماعی نام مبارکی باشه، خوش نام، خوش صفت. لازم نیست که حتما بسیار درش تحسین و تمجید باشه، و ولی نام باشد که بد نباشد. بهترین نام هایی که ما در اسلام بهش تشویق شده نام هایی است که عبودیت الهی را ثابت کنند، عبدالله، عبدالرحمن و امثال اونها، و بعد از اون نام هایی که درش حمد و تسبیح الهی باشد، مثل محمد و احمد و محمود و امثال اینها یا حماد. بعد از نامگذاری در روز هفتم عقیقه اونها برای کسانی که از نظر مالی توانایی دارند، یعنی دست به جیبشون میرسه، میتونن یک کره یا یک گوسفند یا یک به اصطلاح بز را سر ببرن، برای دختر و برای پسر دو راس باید سر ببرن. این کار را حتما در روز هفتم، و اگر نتونستن برای دختر یکی، برای پسر دوتا، در روز هفتم یا روز چهاردهم یا روز 21، یعنی هفته اول، هفته دوم، هفته سوم این کار را انجام بدن. و گوشت اون هم مثل قربانی شرایط قربانی داره، یعنی باید حتما گوسفند به سن 6 ماهگی یا 1 سالگی، در بعضی مذاهب به 2 سالگی رسیده باشه، و گوشت اون هم به 3 قسمت مساوی میتونه تقسیم کنه. مثال میزنم، اگه گوسفند 12 کیلو گوشت داد،
4 کیلوشو در خونه میتونه مصرف بکنه، 4 کیلوشو میتونه به همسایگی و خویشاوندان بده و 4 کیلوشو به فقرا و مستمندان و جامعه تقسیم کنه. بله. همچنین اگر پسر بود باید ختنه بشه از باب وجوب در روز هفتم یا 14م یا 21م، و سنتی که این کارها در روز هفتم روز هفته اول صورت بگیره انشالله. و گفته شده که تراشیدن موی سر نوزاد و صدقه دادن به موازات اون طلای و نقره به فقرا جز سنته. مریم خانم از ایران گفتن در مورد وام بهزیستی، یه وامی هست که بهزیستی قرار بهشون بدن 10 میلیونه، 4 میلیونش بلاعوضه، 6 میلیون باید اقساط بدن، یعنی قسط، یعنی ماهانه پرداخت بکنن. آیا این اشکال داره؟ اگر ایشون خودشون رو مستحق این وام میدونن از نظر قانونی و بهزیستی هم این به حق به اصطلاح به ایشون یعنی اجازه برداشتن این وام میده، حتما از این وام استفاده کنن، اشکالی نداره. ممنون. خانم سلامی گفتن که اگر کسی قسم بخورد با کسی رفت آمد نکنه، آیا این درسته؟ نه نه خیر، این سوگند سوگند نیست که باید باطل بشه نظر شرعی، چون سوگندی است که درش نوعی گناه هست. قطع رابطه در اسلام با هیچ کس نداریم، ولذا اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اگر کسی سوگند خود و کاری بهتر از اون میشه انجام داد که همون رابطه هست در اینجا، ما بهش میگیم کارو انجام بده و قسمت رو چیکار کن؟ کفاره بده. کفاره. بله. و کفاره گناه هم که میدونید این که 10 نفر مسکین رو غذا بده، 10 وعده غذا، 10 دست غذا به فقرا و مساکین بده، یا اینکه 10 تا دست لباس براشون بخر بهشون توضیح بده، به توضیح کن به فقرا و مساکین، یا اینکه اگر توان مالی ندارید 3 روز پیاپی روزه بگیرید. مم. سال بعدشون این بود که افرادی که نفرین میکنند، بله، آیا درسته که انسان بهشون قطع رابطه بکنه؟ نفرین اینها هم فرق نمیکنه، کسانی هستن که گناهکارن، به نوعی گناه داره مرتکب میشن، دهن نفرین کردن جز عادت‌های امت اسلامی نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که لیس المؤمن بالفحاش ولا البذی ولا اللعان، انسان مسلمان و مؤمن، انسان مؤمن بددهان نیست به قول خودمون، فحاش نیست، لعان نیست، لعن و نفرین نمی‌کنه. حالا اگر کسی به این به اصطلاح صفت بد مبتلا بود، نوعی گناه داره مرتکب میشه که ناخودآگاه یا آگاهانه است، فرق نمی‌کنه. شما باید باش ارتباط برقرار بکنید از باب نصیحت و اونو نصیحت بکنید، بهشون بگید که به جای این حرفا دعای خیر بکن، اگه کسی رو دوست نداری بگو خدا هدایتت بکنه، به جای بگو خدا لعنتت کنه بگو خدا چی هدایتت کنه، اگه بچه‌ای رو دیدی که به کار بدی میکنه خدا خوبت کنه، یعنی میشه دعای خوب هم کرد ولی به تهدید، خدا خوبت کنه، خدا صالحت کنه، خدا هدایتت بکنه، میشه این کار کرد. ولذا در حضور اون سعی کنید که این فرهنگ را براشون جا بندازید و بهشون بفهمونید که نفرین کار بدی، کار خوبی نیست. اگر نتوانستید اصلاح بکنید و دیدید خودتون متاثر میشید، اون زمان دقت را بده کنید. بعد سال بعدش این بود که پسر بچه داشتن از دنیا رفتن و قبلش نماز نمیخوندن، اما الان توبه کردن نماز میخونن، آیا این پسر بچه در فرد قیامت شفاعتهایشون میکنن؟ چه بسا این مصیبت باعث شده که این انسان دوباره بر بگرده و اعتدا بشه و خداوند بهتر میدونه. ولذا ما به نهایت و سرانجام انسان ها باید حکم صادر کنیم، یعنی هیچ وقت به ظاهر کسی نگاه نمی کنیم، میگیم که خداوند بهتر میدونه که عاقبت امر شما و دیگرانی که فرزندی را از دست دادن چیه. اگر شکرگزار به صلاح این نعمت الهی بودیم، راضی به قضای الهی بودیم، یعنی شکر خیلی سخته بعضی وقت در مصیبت آیاشمی، ولی صالحینی بودن در طول تاریخ که حتی در هنگام مصیبت هم شکرگزار میکرد، شکرگزار بودن. ولی خب این درجه واقعا قلیل و من عبادیش شکور، قلیلن بسیار که در زمان مصیبت هم انسان شکرگزار باشد. حالا اگر شکرگزاری نیست، ما میگیم حداقل راضی به رضای خدا باشید، به تقدیر و قضایتون باشید. اگر راضی به تقدیر و قضایتون شدید و این را پذیرفتید که اون چی اتفاقی پیش اومده، حوادثی که پیش اومده، مصیبتی که نازل شده است، باز هم لطف خدا بوده و شما را تا آخر سر انشاءالله با این اعتقاد نگه بداره و اهل ایمان و سعادت باشید، انشاءالله که هست. چرا نه؟ آقا مسئول از ایران گفتن که خدا هم دختری بهشون عطا کرده و اسمش ام کلثوم گذاشتن، اما در منزل اونو سونیا صدا میزنن، این حکمش چیه؟ اولا بهشون تبریک میگیم، ثانیا بهشون میگیم ام کلثوم نام مبارکی است، یکی از نامهای میمون مبارک دختران پیامبر صلی الله علیه و سلم، همسر ام المؤمنین
حضرت خلیفه سوم از عثمان رضی الله تعالی عنه بوده و همچنین یکی از دختران حضرت علی بن ابی طالب و همسر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بوده و نام بسیاری از دختران صحابه بوده. ام کلثوم نام ایمون مبارکیه، ولی از جایز ندونید، یعنی اجازه ندید به اهل خونه که این نام را با نامی مثل سونیا که یک خواننده معروف هندی است و مشهور شده در سریال ها در فیلم های سینمایی به جای اون به کار ببرن. هرگز این کار را اجازه ندید و سعی نکنید که اینطور باشید. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. قرآن بنی اسرائیل را نکوهش کرد زمانی که خواستن که اون نعمت های خدادادی را براشون در سرزمین پیامبران در سرزمین قدس و مثلا بیت المقدس و فلسطین بود، گفتن ما را به مصر راهنمایی کن تا بریم اونجا غذاهای چینی رو چنان بخوریم. خدا به شما فرمود که تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. یعنی همیشه بعضی وقت انسان ها از بس خوشی و خوبی به سرش زیادی میکنه، بله لگتش میزنه، لگتش میزنه و سعی میکنه که از ما بگیم کار انجام ندید و اجازه ندید کسی از اهل خونه اون را به نام سونیا یا هر نام دیگری صدا بزنه. نام ام کلثوم بسیار زیبنده است، هم با همون نام صداش بزنید. ممنون. خانم طاهره زیان گفتن شوهرشون اصرار دارن که خانم طاهره ابروشون رو تاتو کنن. خانم طاهره میگن که من گفتم این گناهه، حالا چیکار بکنم؟ خواهر محترم شما سعی کنید که شوهرتون رو قانع کنید به این که تابع دین و شریعت بودن سعادت میاره، خوشبختی میاره، و شما هم که انسان مؤمنی هستید از خدا بخواهید که شوهرتون رو به اونچه میکنید در راه دین راضی کنه. یعنی بعضی وقتا قناعت یه لحظه فقط فرصت میخواد و اون یک لحظه هم دست منوتو نیست، خدا میتونه این کار رو براش انجام بده. قلوب العباد بین اصبعی من اصابع الرحمن، قلبهای بندگان دلهای بندگان در میان دو انگشت خدا توانای خداوند هست، هر کی بخواد عوضش میکنه. ولذا قبل از هر چیز بر خدا توکل کن، دعا کن خدایا من اون کاری که راضی نیستم انجام بدم به خاطر اینکه گناه هست، اونو در قلب همچنان که برای من در قلب من زشت نازیبا هست، در قلب شوهرم زشت نازیبا جا بده و از اون تا اون از من نخواد این کارو انجام بدم، از خدا بخوام، سرانه بخوام. و ثانیا سعی کن با شوهر بشینی درست و مدارا و مؤدبانه صحبت کنی و بهش حالی کنی که این کار گناست، دست برداری کاری که گناست و لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اینو بدونی که اگر اصرار سماجت کرد بهش بفهمید این کار من نمیتونم انجام بدم و مطمئن باشید که کوتاه میاد انشاءالله. آقای سهیل از ایران گفتن که میخواستن وام بگیرن، وام ازدواج، و بهشون گفتن که اگر کارمزد 4% باشه اشکال نداره، ولی بعضی گفتن نه فرق نمیکنه، وام وامه یا همون ربا محسوب میشه، حالا چه 4% باشه چه بیشتر، چه کار میکنه؟ در مورد وام های بانکی ما بارها 4% بله کار. وام های بانکی ما بارها گفتیم که اگر نیاز مبرم باشه، یعنی جز ضرورت های لاعلاج زندگی باشد، مثل وام ازدواج، وام مثلا مسکن، وام درمان، امثال اینها که بانک ملی اختصاص داده در ایران و به شعب زیر رفته اون صلاحیت داده تا اینکه به افراد واجد شرایط این وام تعلق بگیره، میتونه استفاده کنن. درصدی هم که در اونجا ملحوظ هست درصدی کارمزدیه، یعنی هیچ درصدی در ایران امروز سود بانک و سود به اصطلاح بازگشت سرمایه 4% نیست امروز. خود بانک هم وقتی امروز الان به مثلا قرض و اجرای معاملات میذاره چندین برابر از این 20% بالاتره. ولی ما میگیم که این جز فایده بانکی حساب نمیشه، ولی به شرطی که شما واجد شرایط باشید. اگر شما واجد شرایط هستید و نیاز مبرم داشتید استفاده کنید، اگر نیست برای شیله نتراشید و به بهانه شرعی وارد جریان نشید. ممنون است. خب وقت برنامه به اتمام رسیده. ممنون از اینکه خواهش میکنم. از شما بینندگانم ممنون که تا این وقت با ما بودید. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که راهیان راه حق باشیم و حاجیان ما هم انشالله به سلامتی به دیار خود برگردن با دستی پر و مغفرت الهی. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما یاران رو به خداوند بزرگ میسپاریم و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. وما كان المؤمنون